سلام، خوش اومدین به کانال بزرگ پاپکورن مدیا. اگه از همراهای همیشگی ما باشید میدونید که ما تو این کانال درباره حواشی فیلم ها، سریال ها و هنرمندا صحبت میکنیم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادت نره. زنگوله کانالم روشن کن که ویدیوهامون رو به محض انتشار بتونی ببینی. تو این ویدیو میخوایم از تمام زنان جذاب خارجی در سینمای ایران حرف بزنیم. سال هاست که بازیگران خارجی توی برخی آثار سینمایی و تلویزیونی ایرانی حضور پیدا میکنن، هرچند که تعدادشون کم نیست، ولی هنوز به واسطه روحیه ما ایرانی ها وقتی بشنویم بازیگر خارجی توی یک اثر ایرانی حضور داره، اون اثر کمی برامون جذاب تر میشه و ناخودآگاه حس میکنیم کار یک وجهه بین المللی پیدا کرده. این شبها که سریال تمام رخ داره از شبکه سوم سیما پخش میشه، تعداد زیادی از بازیگران خارجی رو کنار ایرانی ها برای روایت قصه دارید میبینید. همین موضوع بهانه ای شده که توی جدیدترین ویدئوی کانال پاپکورن مدیا به تعدادی از آثار تلویزیونی بپردازیم که بازیگرانی از دیگر ملیت ها توش حضور پررنگ داشتن. سریال تمام رخ که به تازگی این شبها روی آنتن شبکه سه سیما رفته، بخشی از قصه خودش رو در خارج از کشور روایت میکنه. ابوالفضل صفری تهیه کننده تمام رخ گفته که گروه در دو تا کشور تصویربرداری داشته که یکی از اونها ترکیه است. همچنین در تیم نقش‌آفرینان سریال 10 بازیگر خارجی از سرزمین‌های مختلف همچون روسیه، آمریکا، اوکراین، همچنین کشورهای آسیایی و آفریقایی هم حضور دارند. عاشقان ناکام سریال مدار صرف درجه که به کارگردانی حسن فتحی روی آنتن شبکه 1 سیما میرفت، به فراخور قصه که بخشی از اون در خارج از کشور میگذشت، تعدادی بازیگر خارجی ایفاگر برخی نقش ها بودند. در این بین 2 از بازیگران نقش های اصلی، یعنی شخصیت سارا استروک و سرگرد بهروز فتاحی، هم از خارجی ها انتخاب شده بودند. ناتالی متی که پس از این سریال هم در یک فیلم سینمایی با حسن فتحی همکاری داشت، با مدار صرف درجه و دوبله مریم شیرزاد در یک قصه عاشقانه و تاریخی در ایران شناخته شد. اما قصه سریال تاریخی در چشم باد با دوستی یک خانواده ایرانی و یک خانواده تاجیکستانی شروع میشه که هر دو در صف مبارزه با بیگانگان و در گروه همراهان میرزا کوچک خان بودند که بعد از شکست جنبش جنگل به تهران میان. بازیگران خانواده تاجیکستانی واقعا از اهالی همین کشور بودند. ستاره سفراوه که نقش لیلی رو بازی میکرد به عقد پسر خانواده ایرانی در اومد و عشق بین اونها یک سرنوشت عجیبی پیدا کرد که بارها با جدایی همراه بود. حبیب الله عبدالرزاق هم از تاجیکستان ایفاگر نقش حسام پدر لیلی بود. ژانگ از خطه چین، سیروس مقدم از جمله کارگردانان فعالیه که با ساخت سریال پایتخت در چند فصل تونست شهرت بسیاری پیدا بکنه. مقدم توی یکی از فصل‌های سریال پایتخت که نوروز 93 روانه آنتن شبکه 1 شد، سراغ یک بازیگر چینی رفت، یعنی منگ هان جانگ، بازیگر چینی سریال پایتخت که نقش همسر ارسطو رو بازی میکرد. این بازیگر دانش آموخته رشته زبان ادبیات فارسی هم بوده. و رهای سریال کیمیا و همسر ایرانیش، گلوریا هاردی، بازیگر نقش رها در سریال کیمیا، یک ملیت ایرانی فرانسوی داره، یک مادر ایرانی و یک پدر فرانسوی، فارسی رو خوب متوجه نمیشه. همه ی اقوام گلوریا هاردی توی فرانسه زندگی میکنن و همسر ساعد سهیلی، بازیگر جوان سینما که فرزند سعید سهیلی از کارگردانان سینماست. 8 پیش این دو نفر با هم ازدواج کردن. گلوریا در اولین تجربه بازیگریش توی ایران با بازی در نقش رها در سریال کیمیا نقش آفرینی کرد و احتمال میره که جزو بازیگرای پرکار چند سال آینده ایران با توجه به امکان استفاده از این بازیگر توی سریال هایی که در خارج از کشور ضبط میشه باشه. حتما ویدئوی ما رو لایک کنید و نظرتون رو راجع به ویدئوهای کانال پاپکورن مدیا در کامنت ها برامون بنویسید.